دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب سوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید بود و مشعل هایی که در اول شب روشن کرده بودند یا خاموش شده بود یا رو به خاموشی بودند. آریو برزن در مسیر خود به خیابان فرعی و نیمه تاریکی پیچید و پس از طی خیابان به یکی از میدان شهر رسید. آریو برزن در چندین نوبتی که به پای تخ آمده بود تا حد زیادی توانسته بود خیابانها و معابر شهر را بشناسد. در آن میدان چهار خیابان اصلی و بزرگی بود که یکی از آنها به طرف کاخ پادشاهی میرفت و کاخ کوچک شاهزاده بیدوخ در زل غربی کاخ بزرگ پادشاهی قرار داشت. گرچه تا آنجا راه زیادی بود که باید با از پیموده میشد. ولی از این که نمیخواست سر و صدایی ایجاد شود و پاسداران شب به او مشکوک شوند ترجیح داد تا آن مسیر را از مسافرخانه تا کاخ پادشاهی پیاده برود. خیابان مزبور را گرفت و به سرعت در آن پیش رفت خیابان نیمه تاریک بود و در هر صد قدم یک مشعل نیمه جان در حال فروکش کردن بود مقداری راه پیموده بود که صدای نگهبانان شب به گوشش رسید و بعد صداها قطع می شد و پس از دقایقی باز تکرار می شد و البته رفته رفته صداها داشتن به اون نزدیک می شدن. آریو برزن فکر کرد که باید به نحوی از دید نگهبانان خود را نهان کند و الا ادامه مسیر ممکن نبود. برای همین ایستاد تا موقعیت خود را بسنجد و در مسیر خود به کوچه ای پیچید. آن کوچه او را به کاخ پادشاه میرسان با این تفاوت که راهش را اندکی دورتر میگرد. وارد کوچه تنگی شد در کوچه گرچه مشعلهای بزرگ روشن نبود ولی بر سردر چندین خانه مشعلهای کوچکی نصب کرده بودند که مسیر روشن بود و به راحتی میشد راه را پیدا کرد آری برزن دست به قبضی خنجر برد و آن را محکم در میان مشتش گرفت و فشرد و نفس عمیقی کشید و باز به راه رفتن پرداخت گهگاه از پشت بام خانه ها و یا داخل آن صدای پارس کردن سگی به گوش می رسید. صدای جیر ها هم سکوت سنگین شب را می شکست و با صدای نگهبانان در هم می آمیخت. شهر در آن ساعت از شب حالت غریبی داشت که برای آریو برزن زیبا و جذاب بود. او با این صدای مبهم و مخصوص شب آشنا بود. صدای شب برای او موسیقی خاصی داشت و صدای شب برای او و در گوش او یاد زیبایی روشنک می افتد. او شب را با موسیقی مخصوصش و صدای ترنم چنگ روشنک می شناخت. آن دختر زیبا روشنک شبهای جوانی و خاطرهای شیرین آریو برزن بود. آریو برزن آهی کشید آخ که نمیدانه ستاره روشن او در میان کدامین یک از این خانه های خفت در سیاهی و زمزمی شب است. او نمیدانست که آن شب صدای ترنم روشنک یا صدای گریه او از کدام روزن برخواهد خواست. مدتی نگذشت که خروس ها باین با برداشتن و نیمه شب را به مردم خفته شهر اعلام کردند. آریا برزن همچنان در خیال روشنکش می رفت. در یکی از خانه ها نیمه باز بود و صداهایی از آنجا به گوش می آمد. آریو برزن آهسته سرک کشید و نگاهی به بام و در انداخت. بر سر در خانه تابلوی رنگ رو رفته و کوچکی از چوب نصب کرده بودند. آریا برزن در نور ضعیف مشعل کوچکی این عبارت را خواند به میکده دوستان خوش آمدید وقتی که معلوم شد آنجا یکی از میکده های شهر است از اینکه راه رفته بود و کمی هم بعد از نیمه شب هوا خونک شده بود نیاز عجیبی در خود احساس کرد جامی چند بزند با این خیال وارد میکده شد و روی یکی از سکوها نشست میکده را در یک نگاه بررسی کرد اتاق تقریبا بزرگ و نیمه تاریک بود در هر یک از تاخچه های متعدد اتاق شمعی روشن بود شمها را داخل شمدان نهاده بودند و در دیوارهای اتاق جای مخصوصی برای آن تعبیه کرده بودند. اطراف اتاق دور تا دور سکو بود و همچنین تیرک هایی در اتاق بود دور تیرک ها و ستون نیز سکوهایی ساخته بودند. در روی هیچ یک از سکوها شمعی دیده نمیشد در عوض عده این مست و متهوش دراز به دراز روی سکوها افتاده بودند آریوبرزن برزن باز نگاهی به اطراف خود کرد در سکوهای دیگری هم عده ای از جوانان دور هم جمع شده بودند و حرفایی در هم و بر هم می گفتن و می خندیدن. در گوشه دیگری مردی به نرمی تنبور میزد و کنار او پسر جوانی نشسته بود و به آواز ملایم و نرمی یک ترانه عاشقانه میخواند آن ترانه عاشقانه آن روزها باب شده بود و آریو برزن آن را بارها در کوچه و بازار و میکده های شهر شنیده بود در حالی که خود نیز قطع ای از آن ترانه را زیر لب زمزمه می کرد روی یکی از سکوهای کنار دیوار نشست و مشغول تماشای اطراف خود شد لحظاتی بعد مردی نسبتا چاق جلو آمد و در برابر تازه وارد ایستاد و گفت سفارش دارید؟ آریو برزن که حواسش پیش روشنک بود با حواس پرتی پرسید بله شراب میخواهم آن مرد گفت شراب انگور یا شراب خورما آریو برزن گفت انگور لطفا مرد میخانه چی رفت و مدتی طول نکشید که با یک کوزه شکم گنده برگشت آریو برزن کوزه شکم گنده شراب را برداشت به دهان گذاشت و چند جرعه نوشید. صدای تنبور و آواز جوان همه اتاق را فرا گرفته بود. شراب کهنه داشت اثر می کرد شراب کهنه داشت آتشش میزد از لذت آن باز جرعه های نوشید و چشمانش پراب شد. تلخی شراب تا اعماق جانش نفوذ کرد و لذتی وصل ناپذیر در آن نیمه شب همه رگ و پیش را پوشاند. دلش برای روشنک در قفسه سینه بیقرار بود سپس کوزه را به لب برد و جرع جرعه نوشید و یاد روشنک را به همراه آن در شریان حیاتش جاری ساخت کوزه را به نیمه رسانده بود که مرد میخانه چی با یک پیاله سفالی که لبالب از شراب خورما بود به سکون نزدیک شد با تبسمی که بر پهنای صورتش نشسته بود پیاله را کنار دست او گذاشت و با صدایی آرام نوشید نوشت باد آریو برزن گفت سپاس برادر آریو برزن که در لذت شراب کهنه قوطه ور بود دستش را بالا آورد و در جواب مرد لبخندی زد و با حرکات سر از او تشکر کرد او در آن لحظه درفکار عمیقی قوطه ور بود یاد روشنک و سوزش گلویش بر اثر شراب کهنه چشمانش را به اشک نشانده بود شراب رفته رفته تأثیر خود را می بخشید و جوان پارسی را در کام خود فرو می برد و در آن فضای نیمه تاریک انگاره ای از اندام موزون روشنک در برابرش نهان و آشکار می گشت. انگار که همه در و دیوار نمایشگر چهره و اندام روشنک بود. آریو برزن دیگر طاقت نیاورد. در میان خنده و گریه در میان رویا و خیال و واقعیت نام او را بر زبان میران و نرمک نرمک زمزمه می کرد. از اینکه بر دروازه شهر تا دو قدمی او رسیده بود ولی در همان هنگام لگام اسب روشنک را مردی قوی پنجه به طرف خود کشیده و او را برده بود چقدر متاسف بود. آخ که از ازدهام مردم و آن کاروان به هم زنجیر شده و طولانی شتران و آن صندوقهای بزرگ و چوبی بازرگانان مانع از رسیدن او به زیبایش شده بودند او همه اینها را در عالم مسی و بیخبری بر زبان میران و حرارت آتش درون را به سخن تسکین میداد او نام روشنک را بر زبان میران بیخبر از اینکه کسی در آن میخانه نیمه تاری درست در سکوی بغل دست او سر به بالین زمین نهاده بود در عین تظاهر به متوشی همه سخنان او را گوش میداد آریو برزن تا قد نیاورد و بی اراده تقریبا با صدایی بلند گفت آه زیبای من الهه من روشنگ مرا ببخش مرا ببخش میایم من به سراغت میایم اگر شده این جانبی مقدار را فدایت کنم همین کار را با لذت و شوق خواهم کرد من تو را در زیر زمین و اوج آسمان هم که باشی خواهم یافت من ای زیبای بی هم تا نجاتت خواهم داد مردی که روی سکو کنار او دراز کشیده بود گوشهایش را تیز کرده و همه حرفهای آریو برزن را کلمه به کلمه مثل دانه چیدن مرغی گرست نمی چید. آریوبرزن برزن آنقدر نام روشنک را زمزمه کرده بود که آنجا جاسوس دیگر هیچ شکی نداشت جوان پارسی که دلش از یاد یار و حرارت شراب آتش گرفته بود خود اوست. بله او خود آریو برزن پارسی است که شاهزاده بیدخت او را در آسمان ها و به خونش تشنه است. او در میخانه ی حقیر روحام است و در دل با خود گفت آفرین بر تو روهام آفرین بر زبان چرم و نرم و شیرینت که هیچ مشتری را از میکده یه حقیر خود دست خالی بر نمی گردانی. یکی را با شراب هفت سال آتش میزنی و دیگری را به انعام هنگفت شاهزاده میرسانی حال وقتش رسیده تا پس از دستگیری این جوان پارسی پاداشی در خور تو بدهم مرد همچنان از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و چهار چشمی مراقب جوان بود سپس از هیجانی که بر اثر شناختن آریو برزند به او دست داده بود میخانه چی را صدا زد و به او گفت روحام آهای روحام خوشدل و مهربان روحام حساب ما چقدر می شود امشب زودتر خواهم رفت کار دارم روحام عزیز کار مهمی دارم روحام به اطراف نگاهی کرد و سرش را نزدیک گوش مرد برد و گفت سفارشت آماده از قربان گفتم که زود خودش را برساند الان در راه است چیزی نمانده برسد آن مرد گفت راهام امشب دیگر از خیرش گذشتم این سکه را از طرف من به او بده و بگو که کار مهمی برایم پیش آمد و مجبور شدم که بروم باشد برای شبی دیگر راهام تو می توانی با این زبان و چرم و نرمی که داری آن زیبا را دست به سر کنی مگه نه روهام سکه را دریافت کرد و در نور شم آنها را وارسی کرد پنج عدد سکه درشت دریک بود و پنج عدد سکه زر خالص روهام از تعجب دهانش بازمان و برای ادای احترام در برابر مرد خم شد در این حال آریو برزن هم آهسته آهسته از جایش بلند می شد و برای رفتن خود را آماده می کرد. مرد بلند شد و از سکو پایین آمد و از میخانه بیرون رفت. چند قدم از میخانه دور شد و در خم کوچه این منتظر من تا جوان پارسی از میکده بیرون بیاید دقایقی طول کشید مرد که دلش از هیجان در سینه میتپید از خم کوچه سرک کشید و در میکده را نگاه کرد مدتی بعد جوان پارسی از در میکده پا به بیرون گذاشت و صدای روهام از پشت سر او نیز شنیده میشد که آرزوی دیدار مجدد میکرد آریو برزن پس از اینکه از میکده روحان بیرون آمد اندکی روی سکوی کنار در نشست هوای بیرون را استنشاق کرد و سپس برخاست کمربندش را مرتب کرد و دست به قبض شمشیر برد و در همان حال خنجرش را نیز در کمر جابجا جا کرد و سپس به راه افتاد مردی که در کمین اون نشسته بود از خم کوچه بیرون آمد و سایه به سایه او رفت تا اینکه آریا آریو برزن راهش را به طرف کاخ پادشاهی کج نمود. در همین حال که میبایز از کوچه نیمه تاریک عبور کند و خود را به خیابان کاخ برساند مردی سود زد و ناگهان سه نفر دیگر از تاریکی بیرون آمدن و راه را بر جوان پارسی بستند. آریو برزن گرچه کوزی شکم گندی شراب کهنه و پیاله ای هم شراب خورما خورده بود ولی مست نبود در عوض نیروی فوقلاده در خود احساس می کرد مستی و متهوشی و بیقراری او به خاطر یاد یار بود بیقراری او برای پیدا کردن روشنک بود او تنها با شراب یاد روشنک متوش میشد با شراب بوسه های او مست می و گرنه شراب انگوری در مشاعر او کارگر نبود آریو برزن در تاریکی روشن کوچه برق شمشیرهای مردان را دید که او را احاطه کرده بودند و مردی هم که در کمین بود خودش را به آنها رسانید. آنها که خیال می او مست و مدهوش است و نمیتواند در برابر آنها مقاومت کند در صدد دستگیری او بودند. آن مرد فریاد کشید و به سایرین گویست کرد که او را زنده به نزد شاهزاده ببرند و شاهزاده هم که روشنک را در اختیار داشت میخواست او را در زندان به آریو برزن نشان دهد میخواست بتواند با اذیت روشنک دل او را کباب کند و او را به زانو در بیاورد شاهزاده بیدوخ سوگن خورده بود که جوان پارسی را با همه دلاوریش در برابر خود به در درآورد. آریو برزن بیدرنگ شمشیرش را بیرون کشید و پشت به دیوار کوچه کرد و روبروی چهار مرد ایستاد یکی از مردان ضربه ای به طرف او حواله کرد که آریو برزن در هوا ضربه او را خون کرد ضربه ای بر شمشیر او زد و شمشیر از دست مرد در افتاد و در تاریکی کوچه افتاد این از هنرهای منحصر به فرد آریو برزن در شمشیر سنی بود او با حرکتی که مدتها بر روی آن تمرین کرده بود گاهی در همان اولین برخورد طرف را خل اصلاح می کرد. مگر اینکه طرف او شمشیر زن استادی بود که در این حال مدتی مقاومت می کرد و بعد در نهایت شکست می خورد. برای همین او را از همان دوران نوجوانی که شمشیر به دست گرفت و در آن فن مهارت یافت مرد شمشیر لقب دادند. از آن پس نیز شمشیر او در برخوردها و درگیری ها حرف اول و آخر را میزد. مرد با دیدن این وضع عقب عقب رفت و دست به کمر شد تا خنجری در بیاورد و در این هنگام سه مرد دیگر امان ندادند و هر کدام به طرف آریو حمله بردند. آریو برزن که موضوع را دریافته بود همه ی توانش را در هوش و حواسش جمع کرد و آماده مقابله شد نبرد سختی در گرفت و پس از لحظاتی صدای ناله ای برخاست و مردی از آن چهار نفر به زمین قلتید و ناله به خود پیچید. در همین احوال ناله مرد دومی بلند شد. آریو برزن که مثل شیری زخمی خورده بود ضربه دیگری وارد نمود. دو مرد بر زمین افتادن و دوتای دیگر همچنان ضربات شدیدی به طرف او حواله می و به سختی درگیر زد و خورد بودند. آریو برزن در حین زد و خورد با دو نفر باقی مانده سعی می کرد به نفی هر دو نفر را از میان بردارد چرا که با ادامه زد و خورد امکان داشت نگهبانان شب برسند و در آن صورت کار بالا بگیرد و اگر هم از دست نگهبانان می توانست در برود امکان داشت رد او را پیدا کنند در همان حال مردها در صدت بودند تا هرچه زودتر از کوچه بیرون بیایند و راهی برای فرار بیابند وقتی ضربه بر مرد سومی وارد آمد و او با فریادی دلخراش بر خاک قلتید مرد چهارم که همان مردی بود که از میخانه در تعقیب او آمده بود خود به خود از میدان در رفت و پا به فرار گذاشت آریو برزن در تعقیب وی از کوچه بیرون رفت در حالی که صدای ناله سه مرد زخمی را از پشت سر میشنید مردی که پا به فرار گذاشته بود پس از دقایقی که آریو برزن در تعقیب او بود به کوچه ای پیچید و تا آریو برزن به او برسد ناپدید شد. آریو برزن باز به کوچه برگشت و در تاریکی کوچه که با نور ضعیف مشعلی تنها سایه های سیاه آن را می توانست ببیند زخمیان را همچنان به حالت ناله و زاری دید. او خواست هر کدام را با نواختن ضربه ای به هلاکت برساند. ولی از آنجا که در مرام مردانگی او نبود تا بر زخمیان بی سلاح حمله کند مدتی آنها را نگاه کرد و بعد که خواست از کوچه بیرون بیاید روی کرد به زخمیان و گفت اگر پابند جوان مردی نبودم نعش بی سرتان را مقابل همین سگهایی می که پارس می کنن. حالا برخیزید و گورتان را گم کنید و بعد از این دیگر یادتان باشد به روی آریو برزن شمشیر نکشید. مردها نفس در سینه هایشان حبس شده و آه از نهادشان برآمد. آخر هنگامی که آنها را برای شمشیر کشیدن به روی آن جوانان آماده کرده بودند نگفته بودند که او کیس و گرنه آری و برزن دیگر در شوش پیش از مسابقات جشن نوروز در تیراندازی و شمشیرزنی مشهور و زبان زده همه مردم شهر شده بود. آریا برزن وقتی دید صبح نزدیک است و افق هر لحظه دارد روشنتر می شود از رفتن به کاخ منصرف شد از اینکه دیگر سپیده صبح دمیده بود و امکان هیچ نوع عملیات با آن پیکر خونین و زخمی نبود صلاح دید به مسافرخانه برگردد و جستجو را به موقعی دیگر مکول نماید آریو برزن هم زخمی شده بود و سه زخم عمیق از بازوران و شانه برداشته بود ولی با همه اینها توانست قبل از اینکه صبح صادق سر بزند به مسافرخانه برگردد شاهزاده خشمگین مرد زخمی که از میدان جان سالم به در برد یکی از غلامان شاهزاده بود که پس از فرار از دست آریو برزن خود را به کاخ رسانید از نگهبانانی که آنجا بیدار بودند کمک خواست تا به کمک زخمیانی بروند که در کوچه افتاده بودند او پنج مرد با خود برداشت با سرسه اسب یدک و زمانی که مردهای زخمی را از میان خاک و خاشاک کوچه برداشتند و به کاخ برگشتند خروسها آخرین بانگ خود را می قاندن. وقتی مردها با زخمیان به کاخ رسیدن زمانی بود که شاهزاده تازه پس از یک شب بیداری طولانی به خواب رفته بود و ندیمه اش اجازه رفتن به حضور او را به کسی نداد. غلام زخمی به اتاق خود برگشت و به مداوای زخمهایش پرداخت تا صبح فردا به خدمت شاهزاده برود و گزارش نیمه شب را بدهد آریو برزن راهی را که تا نزدیکی کاخ رفته بود بازگشت با دمیدن صبح به مهمان سرا رسید و او زخمی شده و لباسهایش پاره و خونی بود و با آن وزن می مقابل چشم مهمان سرا وارد شود و ناچار باید برای ورود خود فکری می کرد. مدتی پشت درمان سپس به فکرش رسید تا از دیوار حیات پشتی بالا برود برای اجرای این کار به پشت ساختمان مهمان سرا رفت. دیوار ارتفاع نسبتاً بلندی داشت با همه اینها سعی خود را کرد و بر بالای دیوار رفت. ولی همین که روی دیوار قرار گرفت پایین دیوار دو سگ درشت و سیاه را مشاهده کرد که با دیدن او شروع به پارس کردن و خورناسه کشیدن کردند. آریو برزن از خیر دیوار گذشت و با زحمت زیادی که توانسته بود بالا برود باز پایین آمد و بالاخره مجبور شد تا مردم به کوچه نیامده ان در بزند برای همین منظور حلقه در را گرفت و چند بار به در کوبید پس از مدتی صدای خواب پیر مرد برخاست و در حالی که صدای کشیده شدن کفش های زمخت او بر روی زمین شنیده میشد در بروی جوان پارسی باز شد آریو برزن وارد شد و به پیرمرد صبح خیر گفت و تا خواست از مقابل او به تندی رد شود پیرمرد متوجه لکه های خون روی لباس او شد در حالی که با دست چشمانش را میمالید پرسید ببینم جوان تو برای عشق و حال رفته بودی یا میدان جنگ آریو برزن برای رفتن شتاب داشت یک لحظه ایستاد و گفت هر دو پدر جان آریو برزن به طرف اتاق خود به راه افتاد و پیرمرد دنبال او آمد و با صدای آهسته گفت در این شهر با پولداری میآیند که مثل ریگ پول خرج می معلوم است جوانی تازه کاری مثل تو در رقابت با آنها هم کم می آورد. حالا اگر خواستی من مورد قشنگی را به تو معرفی می کنم که قیمتش هم ارزان تر است آریو برزن گفت باشد پدرجان باشد در موردش فکر می کنم آریو برزن با گفتن این جمله به طرف اتاقش به راه افتاد و زیر لب به پیرمرد هوسباز باز لعنت کرد از اینکه درباره او چنین فکر می کرد ولی چاره ای نبود او مجبور بود با پیرمرد در ظاهر هم عقیده شود تا رازش بر ملا نشود در اتاق را به آهستگی باز کرد و وارد اتاق شد فردای آن روز در حالی که لحراس بر زخمای آریو و برزن زماد میگذاشت از او در مورد شهر پرسه جو می کرد. برزن هم تا جایی که می دانست و می شناخت برایش تعریف می کرد و آنها از دوران کودکی با هم دوستان صمیمی بودند. لحراس زخمای آریا و برزن را بس و آستین پیراهنش را پایین کشید. وقتی که کارش تمام شد نگاهی از سر رضایت به او کرد و گفت چیزی نیست زخم هایت زیاد عمیق نیستند و دو سه روز دیگر خوب می شون. بعد از مدتی راست از مسافرخانه بیرون رفت و وارد خیابان شد. قدم زنان در حالی که اطراف را تماشا می کرد پرسان پرسان خود را به میدان اصلی شهرسان و به طرف بازار رفت. در همین حین از همه مهمتر لحراس به یادش آمد که روزی فرانک زن اموی او در همین پای تخت در میان آن کاخ بزرگ که کنگره هایش از دور نمایان بود ندیمه ی خطرناک شهربانوی دنیا پریزاد شهربانوی بزرگ بود فرانک که در خانه کیان برای خود خانومی شده بود با بچه های زیبا و فراوان چه و شبهایی را که در آن شهر شلوغ سپری کرده بود فرانک همه آن خاطره ها را برای پسرانش و همچنین افراد فامیل تعریف کرده بود و چگونگی فرارش را نیز به لوراس و آریو برزن گفته بود و حالا شهر برای لوراس جذابیت دیگری داشت لوراس پس از خرید لباس ها از راسته لباس فروشان خارج شد و پرسان پرسان خود را به راسته سرافان سر رسان تا سرگوشی آب دهد خبر دربار را از مردان جهانگرد و مسافرین که اکثرا در میانشان تاریخ نویسانی هم پیدا می بشنود. لحرسب از گشتن زیر گرمای خورشید شوش تشنه شده بود و خود را به یکی از آن قرفه ها رسان و شربتی گواران نوشید. ضمن خوردن شربت با مرد صاحب قرفه سر صحبت را باز کرد و حرفایی با هم زدند. در کنار آن غرفه چهار مرد دور هم نشسته بودند و روی سکوی غرفه در حالی که مقداری رتب تازه مقابلشان بود به خوردن مشغول بودن صحبت می کردن. صحبت های آنها برای مهرداد جالب توجه بود لحراس پیاله شربت گوارایی را که می خورد همچنان در دست گرفت و به مردها نزدیک شد همانطوری که به یک ستون تکیه داده بود و پشت به مردان ایستاده همه ی حواسش به حرف مردها بود او خواست از نزدیک صحبت آنها را بشنود و برای پسر امویش خبری داغ و جالب ببرد یکی از مردها گفت شنیده هم سرداران و درباریان نیز به دو دسته تقسیم شده اند زیادی طرفدار داریوش ولی اهدس و اده ای هم طرفدار شاهزاده آخاس مردها همچنان در بحث و گفتگو بودند که مردی به جمعشان اضافه شد و موضوع صحبت عوض شد مرد تازه وارد نمونه ای از یک پارچه آورده بود تا به مردها نشان دهد. ظاهرا همه آنها تاجر پارچه بودند و برای نوشیدن شربت به آن قسمت بازار آمده بودند. وقتی موضوع صحبت مردها عوض شد لحراس هم که دیگر دلیلی برای ماندن در آنجا نداشت به طرف مسافر خانه به راه افتاد. در فصلهای قبل آریو و برزن و پسر امویش لحراس را در مسافرخانه گذاشتیم که در تدارک پیدا کردن روشنک بودند و گفتیم که این کار مصادف شد با توطعه ولیعت و تیریباز برای سوء قصب جان شاه اردشیل شهر روز قبل از اینکه آنها به شوش بیایند ماجرا اتفاق افتاده بود آن روز که لوهراسب خبرهایی را که از بازار شنیده بود برای آریو برزن تعریف کرد غروب همان روز خبری تازه مثل باد در پای تخت پیچید که توطعه کنندگان دستگیر شده اند و داریوش به مرگ محکوم شده دستگیری توطعه گران این سوء همان شبیه اتفاق افتاده بود که آریو برزن در میکده ی روحان با مردان بیدخ روبرو شد و آنها را پس از زخمی کردن فراری داد و خود به مسافر خانه برگشت با دستگیری ولیعهد داریوش مقررات عبور و مرور در شهر سخت گردید از غروب همان روز در خیابانها و معابر عمومی و کلا در سطح شهر تجمعی که بیش از سه نفر بودند بازخواست می شدن و از سر شب منع عبور و مرور برقرار شد شاه دستور داده بود تا به هر جمع و رفت و آمد مشکوکی دقت شود و تجمع بیش از سه نفر ممنوع است معابر شهر خلوت شده بود و بازار شور و شوق هر روز را نداشت مردم کمتر از خانه های خود بیرون می آمدن و با ترس و لرز کارهای روزمره خود را انجام میدادند. شهر دسته شده بود و به طرفداران داریوش و طرفداران شاه اردشیر و در این میان کسانی هم جست گریخته به هواداری اخوس برخواسته بودند. شاه اردشیر به همه نزدیکان خود بدبین شده بود و نگهبانان کاخ پادشاهی ده برابر و سخیرتر شده بودند. به تب آن رفت و آمد به سایر کاخهای شاهزاده نیز دشوارتر شده بود آریو برزن میبایست مثل کسی که خار در چشم اوز با بی سبری طاقت می تا اوزا آرام شود او دلش نمی آمد برگردد پارس بدون اینکه از سرنوشت روشنک با خبر شود روشنک چشم انتظار او بود و او نمی توانست همینطوری به خاطر سختی شرایط عبور و مرور در پای تخت برگردد و برود او برای نجات روشنک باید راهی می جست آریو برزن و لوه راسم نیز در آن مسافرخانه کوچک مثل زندانی از سر شب حق بیرون رفتن نداشتند. به هر وچی که اندیشیدن راهی برای بیرون رفتن نیافتن و مجبور بودن همچنان در آن مسافرخانه بمانند و با بهرام پیر و دوستش از سر بیکاری گپ بزنند و شراب بنوشند تا چه وقت فرصتی به دست آورند. سه روز بود که همچنان مقررات منع عبور و مرور از سر شب در شهر برقرار بود مردم و بیشتر از همه مسافران و جهانگردان در سختی و عذاب بودند برای آنها که آمده بودند تا به هر نحوی هرچه زودتر کار خود را در پایتخت انجام بدن و برگردن ماندن در مسافرخانه ها عذاب آور بود دنیای کتاب صوتی